این باره گفته بکنیم با دکتر نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی که از برزبن استرالیا با ما هستند. آقای خالدی، قطع ناگهانی ای پول ای 50 میلیون دلار در هفته چه عواقبی و پیامدهایی داشت هم برای طالبا به نظرتان و هم برای مردم افغانستان؟ سلام محترم. قطع ای پول ها برای مردم افغانستان عواقب بسیار ناگوار داره. بالای طالبا و هیچ اهمیتی به این کمک ها نمیتن. طالبا فراموش نکنیم پیش از این که به قدرت برسن سالان اوایلشان 1.5 میلیارد دلار تا 3 میلیارد دلار بود، تا از 1.5 تا 3 میلیارد دلار در سال بود. حالا که تمام بودجه از کجا میکنن فیصله اختیارشون؟ از فروش از قاچاق مواد مخدر، از فروش مواد معدنی، از جریمه بالای تاجرا، از تکدانهایی که بالای صادرات و واردات رو میگرفتن، از تمام راههای ممکنه یا پول عواید داشته. همچنان بعضی که کمک های نقدی بعضی کشورها در اختیارشون بود. یعنی همین کمک های قبلی، همین درآمدشان به صورت قبلی هنوز ادامه داره، یعنی هنوز دسترسی دارن به 1.5 میلیارد دلار در سال؟ حالا که هنوز بیشتر شده است به اساس گزارش ها، عواید زیاد حدود 50-40% از درک تنها تریاک بالا رفته است، درک تولید و صادرات تریاک بالا رفته، قیمت تریاک هم بالا رفته و مقدار صادرات ازی هم بالا رفته، تولیدشون بالا رفته و این بزرگترین عاید است برای طالبا. آقای خالدی معذرت میخوام، یعنی میگن شما هیچ به نظر شما دسترسی اینا نداشتن به 50 میلیون دلار؟ داشتن، چرا نه؟ کسی نمیگه که نشده، اما این برایشان منبع بزرگ عایداتی نبود. این خب این ملنته سازمان های کمک رسانی به افغانستان به 28 میلیون نفر در افغانستان کمک میرسانند. این پول بیشتر برای مصارف افغانی این کمک ها بود، کمک های جنسی که وارد میشد به افغانستان، بعد از این در تمام افغانستان توزیع میشد. این به پالویزیش پول نفت هم نیاز بود که پول دلاری می آمد، در پالوشی تبدیل به پول افغانی می شد و در توزیع کمک ها از استفاده می شد، به کمک رسان ها استفاده می کردن، مامورین استفاده می کردن، بعض یک تعداد زیاد از کمک ها همچنان مواد داخل افغانستان تهیه می شد، به پول از استفاده می شد. بله. یعنی طالبا از این پول وابستگی حیاتی ندارن. اتون میخوایم از خب چطور وابستگی حیاتی ندارن در حالی که گفتم میشه که امی دلار وقتی وارد میشد ایره بانک میبرد به افغانی تبدیل میکرد و به این ترتیب قیمت افغانی در برابر دلار تا حد ثابت میماند. فکر نمیکنین یک بحران بزرگ ایجاد شود با قطع ناگهانی چنین مبلغی؟ بله، بحران ایجاد میشه. جالبی است که امی فرمان من کار کردن خانم ها و زنان و دخترات ادارات خارجی و موسسات بین المللی و داخلی و خارجی، ای از طرف وزارت اقتصاد طالبا صادر شده. شما فکر نمی کنین که وزارت اقتصاد طالبا بیشتر از هر کسی دیگه برای عواقب همچون فرمان اندیشیده باشن یا به یقین برای او ایر توجه کردن، برای اینکه بودجه افغانستان یا همی استقرار پولی در کشور یکی از زمینه های فعالیت از واست. اما برای طالبا چقدر در صدر اولیت هایشان قرار داره این موضوع مهم است. بله. برای طالبا محدود کردن حقوق زنان، حلقه را تنگ کردن برای حقوق زنان و تجرید زنان از جامعه درجه اول اهمیت داره. این شروع کردن از روز اول به قدرت، حتی 20 سال پیش وقتی به قدرت رسیدن شروع کردن و آل ادامه داره و این ادامه میتن چی ما بخواهیم و چی جامعه جهانی بخواه و نخواه. طالبا میفهمن که جامعه جهانی با این کمک های خارجی که به افغانستان میکنن اهرم های فشار هم دارن، بنابراین طالبان میفهمن که این کمک های خارجی از یک شمشیر دولبه است.
اگر یک طرفی کمک ها کاملا قطع شود، جامعه جهانی دیگه هیچ اهرم فشار با طالبان نخواهد داشتن، و اگر یه ادامه پیدا کنه طالبان غیر مستقیم از این سود میبرن، چون راپور های زیادی وجود داره که کمک ها که در اطراف توزیع میشه بعدا خود طالبان ها ایره میگیرن دوباره توزیع میکنن به طرفدارای خود و فامیلای مجاهدین خود و کسایی که در دهات از یا حمایت میکنن دوباره توزیع میکنن. طالبان بسیار مفاد میبرن از کمک ها. سپاسگزارتان هستم دکتر نوراحمد خالدی که با ما گفتگو کردید.